آرمان سلام. سلام آرمین جان، خوبی؟ خوبی؟ نه خودم آن میوت کرده بودم، بعد آوردی بالا تست کردم، آن میوتش کردم. من احساس میکنم که بیشتر آدم ها با احساساتشون رأی میدن تا با منطقشون، و من احترام میذارم با آقای گلن که احساسات پدرانه دارن، ولی خب ما نمیتونیم، باید موافقم که ما نمیتونیم بر اساس احساساتمون رفتار کنیم، چون احساساتمون به خاطر یه سری عوامل فرگشتی بوده که قبلا شاید برامون خوب بوده ولی الان نیست. وقتی که فرهنگمون و عقلمون قوی تر از اون ژن خودخواه شد و ما فهمیدیم یه سری کارها رو باید بکنیم تا جامعهمون بقای بیشتری داشته باشه، تا اینکه بخوام به تمایلات اون بخوام به اون به حرف اون ژنتیکه گوش بدیم، مثلا جلوگیری از بچه دار شدن، شاید اگه ما بخوام به ژنتیکمون گوش بدیم نفری باید 50 تا بچه بیاریم الان، و به خاطر اینکه الان بهداشت هست هر 50 تا هم زنده بمونن، ولی شاید 500 سال پیش آدما هدف تلاش میکردن 50 تا مثلا بچه بیارن ولی 5 تاشون زنده میموند، هر کدومشون توی سنی از دنیا میرفتن، شاید حتی قبل تولد. به خاطر همین احساس میکنم باید احساس میکنم که باید منطق اولاتر باشه. بذار من یه مثال بزنم. حتی ببین، ما احساساتمون رو نمیتونیم بذاریم کاملا کنار، خب، برای اینکه اصلا از دلیلی هم که از ما خواهیم منطق استفاده بکنیم که کاربردی داشته باشه برای انسانیت، به خاطر احساساتی که داریم، میدونم زرشه، یعنی ما اگه احساساتمون رو کاملا بذاریم کنار، خب ما اصلا دلیل نداره که بخوام بیام از منطق و علم و اینا استفاده بکنیم که خوشحالی رو افزایش بدیم تو جامعه و از ناراحتی رو بیاریم پایین. بالاخره خوشحالی و ناراحتی هم اینا احساساته، خب؟ آره، یعنی ما، یعنی احساس، اصلا احساس، ببین، چیزی جوری که من فکر می‌کنم باید بهش فکر کنیم اینه که احساسات باید هدفمون باشه ولی روشمون نباید باشه. می‌دونم چه؟ یعنی ما از احساسات نباید استفاده بکنیم برای اینکه بیایم محاسبه بکنیم که چی درسته یا چی درست نیست، ولی از منطق باید، ولی احساساتمون هدف هست. یعنی ما از منطق و علم و اینا باید بیایم استفاده بکنیم که بهترین احساسات رو برای بیشترین تعداد آدم‌ها به وجود بیاریم. آره. و ببینیم مثلا، البته اینکه انگیزه داریم که بیایم مثلا منطق و علم اینو استفاده بکنیم، که انگیزش از کجا میاد؟ انگیزش به این از اونجا میاد که ما دوست داریم تعداد بیشتر انسان‌های بیشتری خوشحال باشه. خب، یعنی اگه این احساساتو بذاریم کاملا کنار، انگیزه ای نخواهیم داشت که اصلا بریم این استفاده رو از علم و منطق اینا بکنیم. یا حتی کنجکاوی، خیلی ها میگن که نه، به خاطر بعضی ها به خاطر کنجکاوی. خب کنجکاوی هم یه انگیزه است، یه احساسه که به ما انگیزه میده که بریم از منطق و علم اینا استفاده کنیم که ببینیم همیشه چجوری درست کار میکنه یا نمیکنه. موضوع چیزی که ما باید بفهمیم اینه که حتی احساساتی هم که خوب هست که به ما انگیزه درستی میده به جهت درستی، ناقصه. خب، یعنی احساسات ما کاربردی که داشت برای اینکه بفهمیم که چه چیزی به کی کمک بکنیم به کی کمک نکنیم و چجوری اندازه بگیریم که چه چیزی به سود جامعه هست، برای قبیله ماکسیمم 150 نفری به طراحی شده تو طبیعت، خب، نه توی جامعه بین المللی یعنی گلوبالی امروز. میدونی نظرم چیه؟ یعنی مثلا ما نقصی که مثلا شما فرض کنید که مثال معروفی که زده میشه اینه که شما یک بچه‌ای که جلوی چشم شما داره غرق میشه، خب، از روز احساسی انگیزه بیشتری دارین که برین اینو نجات بدین تا 1000 تا بچه‌ای که مثلا تو اندونزی مثلا دارن از گرسنگی میمیرن، خب، به خاطر اینکه اونا دورترن، یه جای دیگه هستن، جلوی چشم شما نیستن، در صورتی که از لحاظ زجر و اذیت و آزار و ناراحتی و این چیزا، خب اون 1000 برابر بدتر از چیزیه که جلوی چشم شماست. خب، یعنی اون انگیزه ای که به شما داده میشه که برین اینو نجات بدین،
از اون انگیزه که مثلا حتی اگه تلاشش هم بگن، حتی اگه تلاشش اینم سخت‌تر باشه، مثلا فرض کنین شما با یک دکمه میتونین مثلا با یه مقدار پول کم 1000 تا بچه رو مثلا توی اندونزی از گرسنگی نجات بدین. آره، ولی این بچه‌ای که جلوی شما داره غرق میشه ممکنه اصلا شما باید بپرین توی آب، زندگی خودتون رو ریسک بکنین. مثلا فرض کنین اگه بپرین مثلا فرض کنین شما یه کفش پوشیدین که گران بوده، خب اگه بپرین تو آب این کفش خراب بشه، خب ولی پول این کفشه، خب بدین فرض کنین شما شناتون هم خوب باشه 150 دلار مثلا آره، با همین پول 150 دلاری شما میتونید 50 تا مثلا بچه رو، البته فکر کنم 50 تا بیشتر میشه، تو آفریقا از گرسنگی نجات بدین تا یک سال، خب ولی اگه شما بگی من نمیپرم این بچه که جلوم هست، من نمیپرم تا بذار بمیره برای اینکه کفش من یه موقع خراب نشه، خب شما کفش هم میفروشم 50 تا بچه دیگر نجات میدم اون بعد دنیا. نه 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 بذار اینجوری حساب کنیم، شما اگه بخوای یه کسی بیاد بگه که چرا نجاتش ندادی، بگی خب کفشم خراب میشد گرون بود، خب به هر کسی اینو بشنوه فکر میکنه تو یه هیولایی اصلا، خب ولی تو اگه کفشتو به جای اینکه کفشتو می‌خریدی بگی که من این کفشو نخریدم که این پولو بتونم بدم که مثلا 100 تا بچه رو تو آفریقا از گرسنگی نجات بدم، خب اگه این کارو نکنی کسی فکر نمیکنه تو مثلا یک هیولا هستی، خب در صورتی که هزینه نخریدن این کفش خب و نجات اون بچه‌ها تو آفریقا برای تو میتونست به همون اندازه است که این بچه رو نجات ندی، اگه نجات بدی، خب یعنی هزینه‌اش یکیه، ولی ما به عنوان از لحاظ اخلاقی از لحاظ احساساتی اینو بدتر میدونیم. میدونی نظرم چه؟ شما ببینید، شما اگه با بیل بزنید تو سر یه نفر بکشینش، از لحاظ اخلاقی ما اینو بیشتر مثلا فکر می‌کنیم ای تو مثلا دیوانه ای، وحشی، خب با بمب اتم، ولی اگه یک نفر یه دکمه بزنه مثلا یه خلبان یک هواپیمایی که مثلا داره بمبارون میکنه یه جایی رو، حتی آدمای بیگناه ها، اون احساس وحشی رو، وحشی بودن این شخص رو به اون اندازه نمیکنیم که یک نفر رو فقط با بیل بزنه تو زمین. یعنی احساسات ما، محاسبه هایی که میکنه که چی بده چی خوبه تو برای زندگی مدن امروز دقیق نیست، خب یعنی ما از احساساتی نمیشیم بیایم تعیین کنیم چی برای چه استانداردهایی برای جامعه خوبه چه برای بده. ما باید بیایم به جای اینکه به احساساتمون فقط تکیه بکنیم، بیایم محاسبه بکنیم که چه چیزی به نفع جامعه است و چه چیزی به نفع جامعه نیست. این احساساتی که داریم برای یک انسان اولیه قبیله گرای توی مثلا کوه و غار و جنگل و اینا خیلی کاربرد داشت، الان ما به یه سیستمای دیگه احتیاج داریم. درسته، این انگار اینجوریه که اینا اشکالات فرگشتیه که ما یه سری مثلا اندازه‌گیریمون دقیق نیست، به خاطر همین از منطق و علم و تکنولوژی استفاده میکنیم تا تصمیمامون رو احساساتی نگیریم و به اون احساس خوشبختی جمعی برسیم. درسته، ولی ببین، درسته که این احساساتمون نقص داره و محاسباتش درست نیست، ولی اگه این احساسات نبود اصلا انگیزه ای نداشتیم که بخوایم بریم ما... یعنی هنوزم یه موتوریه که لازم داریم که به ما انگیزه بده که بریم روش بهتری پیدا کنیم. درسته. آره، من الان به صورت منطقی بخوام برخورد کنیم، کلا با سقط جنین موافقم، چون که بچه‌ای که ناخواسته باشه اگه امکان این وجود نداشته باشه که تحویل یک تربیت کننده صالح زیر نظر یک تربیت کننده صالح بزرگ بشه، اگه این امکانش وجود نداشته باشه، این فرد مولد نیست، نخواهد بود تو جامعه و هم خودش زجر خواهد کشید، هم باعث عقب رفت یا کند شدن پیشرفت جامعه خواهد شد. و حالا اون بچه هایی که کلن مشکل مادرزادی یا ژنتیکی دارن، اونا که اصلا کلاشون پس معرکه است، ولی حتی من میگم بچه سالم که unwantede ناخواسته است، این رو هم ما باید اگه امکان این وجود نداشته باشه که در یک محیط درست بزرگ بشه، باید سقط جنین انجام بشه. و مثلا یه سری کیس ها هست، حالا باز
از اون ورش هم که یکم بیشتر بدتر کنیم سناریو رو، چون کیسش مثلا وجود داره، حتی فردی به خاطر اینکه به زور ازدواج کرده با یک مردی، بچه دار میشه و زورش به شوهره نمیرسه، بچه دار میشه و بچه ها رو اذیت میکنه تا از شوهرش انتقام بگیره، تا از جامعه انتقام بگیره. و این دو سه تا بچه ای که آورده، اینها خیلی آسیب میبینن و ما بعض وقتا میگم شاید لازم باشه لایسنس بذاریم برای مادر شدن و پدر شدن، هرکی نه نتونست اونو پس کنه اجازه ندیم بس. البته نه، این دیگه زیاد، این دیگه دخالت دولت یا حکومت تو زندگی شخصی مردم دیگه خیلی زیادی بالا میبره. نه دیگه به من گرفتم که به تب راضی بشیم. نه یعنی یه مقدار از یه حکومتی که بتونی یه همچی کاری بکنی من میترسم. ولی من ببین، من خودم فکر میکنم هیچ کدوم از اینا اصلا لازم نیست برای سخت جنین. یعنی شما حتی اگه یک زندگی مرفهی دارین و قابلیت اینو دارین که از این بچه نگهداری بکنین وقتی که به دنیا بیاد و یه زندگی خوبم بهش بدین، ولی اگه نمیخواین، مثلا حامل شدین، حوصله‌اش نداری که مادر شید. حتی اگه کاملا این قابلیت هم داشته باشید، به نظر من برای اینکه برای یک جنین هیچ ارزشی قائل نمیشم. خب به نظر من یک جنین با یه مش سلولی که دیگه بدن هیچ فرقی دیگه نداره. خب یعنی خیلی‌ها میگن که نه، خب سخت جنین باید بشه اگه مثلا زندگی بچه ممکنه سخت باشه، مادر از لحاظ مالی قابلیت اینو نداره که ازش نگهداری بکنه، برای همین باید، یعنی که اگه به مادر تجاوز شده بوده برای همین مادر شده، تو این شرایط باید بتونه مادر سخت جنین کنه. من میگم نه، حتی اگه اصلا از عمدم حامل شده باشه، خب ولی نظر ولی الان نخواد. آره بگه من می‌خواستم مادر بشم، الان حامل شدم، پولش هم دارم، رفاهش هم دارم، زندگی خوبی هم میتونم به این بچه بدم، ولی الان دارم فکر میکنم نظرم عوض شده، نمیخوام. الان یه موقعیت شغلی پیش اومد که نه حتی شغلم، نه شغلم هیچ موقعیتی هیچی ندارم. یه ذره داره فکر میکنه میگه نه، اون حالی رو که الان که دارم فکر میکنم، اون حالی رو که داشتم فکر میکردم میداد که مادر بشم، اون احساس رو دیگه ندارم. نمیخوام اصلا من میخوام سخت جنین بکنم که مردم حالشون گرفته بشه. این محافظه کار میخوام این محافظه کاری که دور به من هستن گفتن، اصلا عصبانی شدم، میگن سخت جنین حق نداری بکنی، اصلا میخوام سخت جنین کنم که یه جواب اینا رو بدم، هر دلیلی، خب هر چی. به نظر من اصلا احتیاجی نداره که بهونه داشته باشی برای اینکه یه جنین اینو گفتی. یه چیزی بهم تو ذهنم اومد، چون تو فرگشت خانما یه جوری چیز شدن، فرگشت پیدا کردن که اگر حامله بشن به نفعشونه، مثلا بعضی از بیماری ها با حامله شدن درست میشه. میگم اگه طرف برای اینکه تنظیم کنه بدنشو حامله بشه، ما هشتم مثلا سخت کنه. اصلا ببین، یه نفر میخواد حامله بشه که بتونه سخت جنین بکنه برای اینکه حال این محافظه کارا رو بگیره. این هم به نظر من قانونی باشه، هیچ مشکلی نداره. البته نمیگم مشکل داره، برای اینکه از لحاظ سلامتی برای بدن ضرر داره، ولی اگه نداشت به نظر من هیچ مشکلی نداره، به خاطر اینکه جنین هیچ ارزشی برای من نداره، هیچ حقی نداره، هیچ ارزش اخلاقی نداره. من برای یه خوکی که به دنیا اومده، به نظر من از لحاظ قانونی حق یک خوک که به دنیا اومده، حقوق قانونیش باید بی نهایت بیشتر از یک جنین انسان باشه. خب یکی از مشکلات آگاهی به درد روز یکی از مشکلاتی هم که ما باهاش طرفیم در مورد این قضیه اینه که آدم ها با پیشفرض این که ما اشرف مخلوقاتیم، حالا حتی بی خداها هم انسان رو جدا میگیرن، بعضی از بی خداها انسان رو جدا میگیرن از حیوان، از برخی از حیوان ها، یعنی از حیوان ها که جدا میدونن، ولی خب برخی از حیوان ها هم همرده ما، و ما باید سعی کنیم فاکتورها و پیشفرضهایی که داریم رو کنار بذاریم تا بتونیم با سیستم با ابزارهای اندازه‌گیریمون دقیق کار کنیم. دقیقا فکر کنم لایا هم میخواد صحبت. آره، تو میبینی کی منتظره؟ آره دیگه اینجا نه نوشته.
آره میارم. آها فکر کردم دیدی لیست کسایی که تو صف منتظرن رو میبینی، گفتم اگه میبینی چه خوب. پس ولی نه، آها تو پرایوت چت داری میبینی. خیلی خب، پس من بذارم اول میرم سراغ یایا، بعد دوباره اشتینا، دوباره میارم بالا. مرسی آرمان جان از وقتت. فعلا خدا حافظ.